دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. بهزاد، خواهش میکنم نرو. بهزاد، من نمیذارم کسی ما رو به همین سادگی از هم جدا بکنی. من تو رو دوست دارم. میدونم تو از حرفای پاپام ناراحت شدی، ولی حرفای من با اون خیلی فرق میکنه. اتفاقا هیچ فرقی نمیکنه. اگه فردا یه نفر دیگر رو ببینی که لباسش از من قشنگتره، اون وقت به اون علاقه من میشی. میدونی چرا؟ برای اینکه تو یه تاجر زاده ای. قشنگ بیشون. خیلی متشکرم. فیلم سینمایی رانده شده که تو سال 1354 ساخته شده راجب مریمه که تو کافه برنامه اجرا میکنه. مریم با سهراب خان قاضی دادگستری آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه، اما وقتی که سهراب خان متوجه شغل سابق اون میشه، همسر باردارش رو طرد میکنه. سالها میگذره، فرزند سهراب بزرگ میشه و بعد از سلسله ماجراهایی سهراب همسر و فرزند گمشدش رو پیدا میکنه. بخشایی از فیلم رانده شده رو با هم تماشا میکنیم. من میدونم کار بدی کردی، اما دلیل داشتم. من مجبور بودم به دروغ بگم. بابا خواهی که بر سر روزه من دروغ بگم. آخه دختری یه کار سادی بگم. یونت نبود، آبت نبود. آخه چه مرگه توی که باید بدن لحظه برای پول نرو برای به مادر نشید. خود نمک از بدبختی بود. منو نمک آگه اسم بدبختی رو نیا. اگه کسی بدبخت اون منم، من بیچاره که دختری بی آبرو مثل تو دارم. کاش که خدا منم میکشتن که روزی رو نمیدیدم. آه بیا یا بیا من با مریم خانوم چشم ما روشن، خیلی خوش اومدی. لابد اومدی به دختر تبریک بگی که به این قشنگی میره. تو این بلا رو به سرشا بودی؟ آره بلا؟ کدوم بلا؟ اگه رقاصه بودم برای، پس چرا خود سال عزیز رو نوب کردی؟ خواستش رو پاس دکرد. تو زندگی منو تباه کردی. حالا رو باید دختره؟ صد رحمت به تو، دختره خیلی بدتر شده. تو بازه رقاصه نجیبی بودی ولی دختره دیگه. بگو چه بلایی به سرش آوردی؟ پس بزن، چیکارش کردی؟ انتقام این دست چلاغم از دخترت گرفتم. از بچگی اون از راه راست منحرف کردم، به دوستی کشوندم، آخرش هم سر از کابره من در آورد. رقاصه شد ولی کاش که پدر رقاصه شده بود. اون بغل پدرش هم خوابید. نه مادر نه، اون یه فاحشه تموم عیاره. فیلم مظفر که تو سال 1353 ساخته شده راجب مظفره که از دختری به اسم گلی خوشش میاد. گلی برای ستاره شدن قصد داره به مرد کابارداری نزدیک بشه. پدر گلی که مخالف ازدواج دخترش با مرد کابارداره، از مظفر میخواد که روز ازدواج گلی اونو بدزده. بخشایی از فیلم مظفر رو با هم تماشا میکنیم. مظفر،
نکن بی نمک خدا. من قلقلکی نیستم، ندیدم آدم مثل تو ترسو. دختره دیدی در رفتی؟ گولی ای بوز دل ترسوی بی ارزی، همین بود دل و جرعتت؟ منو باش که خیال میکردم دل و جرعت داری، کلی ازت خوشم اومده بود. ده خوبم شبم میام. نه دیگه نه، خوب گوشاتو وا کن، دیگه پا تو طرفای خونه ما نمیذاری، دیگه دنبال من نمیای، دیگه دم خونمو نباید بیای، دیگه منو نمیبینی. چی میخوای اصلا تو از جون من؟ خود دیوونه. من شوهر میکنم، زن مطهر خان میشم و از اینجا میرم، میرم ژاپن. آره چرا ژاپن؟ اونا با ما رقابت کاری دارن. اونا من هر جا دلم میخواد میرم، به کسی هم مربوط نیست. خب دیگه من رفتم. گوش کن گالی، خود خیز. از من که گذشت، اما اگه تو زندگیت با یه دختری قرار گذاشتی و دختر سر قرارش اومد، فرار نکن، جرأت داشته باش، پررو باش، چون دخترها از پسر کمرو خجالتی اصلا خوششون نمیاد. من که پرروم، من که خیلی پرروم، از همه پرروترم. برو از مادرم بپرس. من پرروم، بیا اینم نمونش. دیدی چه چقدر پرروم؟ اما درست همونجا که نباید باشی. توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوس و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجع به دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هر کاری گفتی کردم، هر جا خواستی رفتم، ولی تو دنیای دیگه‌ای برای خودت درست کردی، دنیای پول و ثروت، و برای رسیدن به این ثروت از دزدی و جنایت و آدمکشی هم فروگذار نکردی. تو داری تو منجلاب قوطه میخوری و منم به دنبال خودت میکشونی. هیچ وقت فکر نکردی که من یه زنم. همیشه بهم گفتی دوست دارم، دوست دارم. اگه دوستم داری، اگه میتونی ثابت کنی، بیا. این تن من، پس چرا معطلی دیالا؟ نه تو نمیتونی، تو نمیتونی. تو فقط بلدی حسادت کنی و نقشه بکشی. ببین فرهاد، آخه من یه زنم، یه زن با تمام احساسش، با تمام خواسته هاش. تو به من کی میتونی بدی؟ بگو، بگو چی؟ فیلم پشت و خنجر به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1356. داستان راجع به غلامه که وقتی متوجه میشه پسرش حشمت با زنی به نام پری معاشرت داره، به سراغ پری میره و از اون میخواد که دست از سر حشمت برداره. اما چندی نمیگذره که خودش شیفته پری میشه. غلام خانوادهش رو رها میکنه و توسط کریم قلدر به دام اعتیاد میفته.
بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو قرم ساقی منو میکردی و اپول باک من دودگیر میابردی. اون میدونی باید چه کار کنه؟ میدونی؟ نگاه کن زن تو هنوزم خوشگله، هنوزم در رو داری. پسرت مجبوره که از رفتن مادرش رو تماشا کنه. اون باید بیریت مادرش باشه. این سرنوشت پسرتی. خب اگه نمیری چی کار کنی؟ تو اصلا گوه میخوری میخوای زنده باشی مرتی که ده بمیر.